در ارتباط هستیم با آقای یاسر جهان نژادی برای بررسی تخریب مغازه یک هموطن در تهران به خاطر ممانعت از پرداخت رشوه به شهرداری رژیم. آقای جهان نژادی سلام میکنم خدمتتون. ابتدا برامون بگین که خلاصه موضوع از چه قرار بوده؟ من هم سلام میکنم به شما و به بینندگان عزیزتون و با آثار تأسف از این ماجرا و همدردی با این هموطن. این ماجرا اینطوری بوده که روز یک شنبه 15 دی ماه ماموران شهرداری منطقه 19 مال ناحیه 4 روستای پلایین که از توابع بخش آفتاب شهرستان تهران هست، در حالی که حمایت نیرو انتظامی رو با خودشون داشتن، خب به اصطلاح محل کار این هموطن عزیز در واقع میرن و ازش به اصطلاح خواهان رشوه میشن و در واقع بازگیری، همونطوری که خود این هموطن هم تو کلیپی که هست گفته شده و گفتن، خب ایشون به حق خودداری میکنن و مقابل این بازگیری وای میسن و نمیدن، ولی به هر حال اونها شروع میکنن ابتدا ضربه شد کردن، بعدم به اصطلاح تخریب مغازه رو انجام میدن. خود این هموطن اونجا میگه، یعنی مطرح کرده که منو دست پامو گرفتن، یعنی به طرز بسیار تحقیرآمیزی و توهین‌آمیزی که در واقع شایان خودشون هست، این ایشون رو تو کانال هستن انداختن و حتی دوربین های مدار بسته رو از ترسشون، از وحشتشون که این با حساب اجتماعی پیدا کنه، کج کردن که خب خوشبختانه یکی دوربین بوده گرفته و این ماجرا افشا شده. یعنی در واقع به خاطر بازگیری خب این هموطن مغلوب نشده، ولی این کارو، این جنایت وحشتناک رو انجام دادن. بله، اگه اتاق فرمانم آقای جهان نژادی برامون گفتن، اگه لحظاتی کوتاه از این تصویر رو داریم لطفا برامون پخش کنید. مامورین شهرداری منطقه 19 ناحیه 4 پلایین هر روز میان بازجیری به من میگن آقا 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون از همه پول گرفتن، از منم میگن آقا پول بده 30 تومن 40 تومن پول بده، منم میگم آقا پول ندارم. دست پام بستن انداختن داخل کانکسم، دوربینای مدار بسته بیرون اما همه رو کج کردن، این یه دونه رو نمیدونستن. این چه قانونی آقا؟ این چیه؟ همه اینا میان بازگیری میکنن تو مرمکت جمهوری اسلامی بازگیری به این حد؟ بیایید من دونه به دونه نشون بدم بهتون، بازرس بفرشتین اینا فقط باز بگیرن، فقط باز بگیر. بله آقای جهان نژادی، حالا این که الان شما برای ما گفتین یک نمونه است یا موارد مشابه هم دیده میشه؟ ببینین، موارد مشابه که دیده میشه، یعنی بحث این یه نمونه نیست. مثلا توی همین شنبه 16 دی ماه تو بانه، خب مامورین شهرداری بازم در حمایت نیرو انتظامی تو نیمه های شب، اونم تو نیمه های شب مراجعه کردن به خونه های مردم تو محله مولوی، خب بازم این کار تخریب خونه های مردم. یا مثلا تو آبان ماه گذشته باز اتفاقی داشتیم که واقعا انزجار آور بود و تمام عواطف همه هموطنان رو به قول معروف به چیز آورد. تو بندرعباس رفتن تنها سرپناه یک زن سرپرست خانوار رو با کودکانش رو، در حالی که کودکانش داشتن زجه میزدن، ناله میزدن، مظلومانه این سرپناهش رو به هر حال تخریب کردن. بله، که بعد منجر شد به خودسوزی این مادر. بله، بسیار دردناک. هموطنی هم گفته که برای دفاع از شرافت انسانیمون باید رژیم رو سرنگون کرد. خب به نظر شما آقای جهان نژادی چرا رژیم دست به این اقدامات میزنه؟ کما اینکه میبینیم خشم مردم رو برمیانگیزه، مگه این کارها به ضررش نیست؟ ببینین، این توی شرایط کرونا، توی شرایطی که مردم توی معیشتشون موندن، توی شرایطی که باید واکسن برای مردم تهیه کنه، توی شرایطی که آلودگی هوا رو تعیین کنه، این کارها رو که نمیکنه، از توانش هم نیست، از ماهیتش هم نیست، چون زده مردم، میاد دست به این اقدام میزنه. اما اینکه شما میگین چرا این کارو میکنه، خب ببینین، این یک رژیم غارتگره، یک رژیمی هست که زده مردمیه. خب طبیعیه که یک رژیم غارتگر کارش با غارته، یعنی با چپاول مردم هست. به همین خاطر هر جایی کسی در مقابلش وای میسه و نمیخواد این چپاول انجام بشه و نمیخواد این مثلا سرپناهشو بده، وای میسه دیگه تا دنده آخر جنایت رو انجام میده.
میگن که اون شاعر میگه کین عقرب نه از راه نیش عقرب نه از راه کین است، به صورت طبیعتش این است، اقتضای طبیعتش این است، اقتضای طبیعتش این است. این رژیم هم از راه کین این کارا رو میکنه با ملت ایران، با مردم ایران به دلیل غارتگریش، و هم از اون ور واقعا اقتضای طبیعتش همین اعماله و همین اعمال رو نشون میده، به همین خاطر اصلا حساب سود و ضررش رو نمیکنه که مثلا اینجا برای ضرر داره یا اونجا. نکته بعدی که باید ما بدونیم اینه که هر کدوم از این جاهایی که هموطنان ما مقاومت میکنن وای میسن، این اون دیوار غارت این به صدا ترک میخوره، به قول من روزنه توش پیدا میشه، اینم خوب این حالیشه. بله، به همین خاطر میریم تا دنده آخر جنایت این کارا رو میکنه بدون که اصلا کاری هم به عواقبش داشته باشه، به دلیل همون ماهیت ضد مردمی و طینت ضد بشریش. بله، بسیار سپاسگزارم از شما. آقای یسر جهان نژادی هموطنی هم کامنتی در پایان گذاشته، بخونیم. گفته که امروز در خبرها بود و ویدیو آن یک دستفروش که نقض عضو داشته و از روی زمین تکون نمیخورده با ضرب و کتک دستفروش و وسایلش رو ضبط کردن و اون رو دستگیر کردن. یک بار دیگه از شما تشکر میکنم آقای یاسر جهان نژادی که در این گفتگو با ما همراه بودید.